این دقیقه نمیمیری. بیا یه مصاحبه کنم. الان چیه؟ اسمت چیه شما؟ الان مستقیم سی ان ان داره پخش میکنه. نه بابا قرمز روشنه؟ آره. ببین شما داری خودت آدم عاقلی هستی و اقرار کردی که سیگار میکشی برای اینکه عادت داری، درسته؟ اگه این عادت نبود نمیرفتی پولتو هدر کنی راجع به چیزی که حتی دوستم نداره، سلامتی تو از به خطر میندازی، عمرتو کم میکنی و و و و، درسته؟ دقیقاً. خب حالا میخوای ترک کنی سیگارو؟ آخه خواستم با دوست داشتم فرق میکنه. ما دوست داریم که آره نکشیم، ولی اینکه میخوایم نکشیم نه. بیا فردیم، بیا جلوتر. چرا نه؟ وقتی که تو خونت تو آتیش باشه میری خاموش میکنی آتیشو، درسته؟ الان میدونی شما جوونی؟ چند سال داری؟ ما جوونی نمیکنیم دیگه، علیکی جوون. شما باز یه چیزایی دیدیم ما که. ولی این سیگار حالا به چه دلیلی میکشی؟ دلیلش بیکاری مثلا چی بدارم؟ کارگردانی داریم. خب حالا بهت یه دو تا چیز میگم شاید بهت کمک کنه، شاید هم نه. اوکی اگه کمک نکرد میتونی بندازی. یک چیز اول که خیلی مهم، اکثر کسایی که سیگاری هم یه بهانه میذارن برای آینده که میگن ما در آینده ترک خواهیم کرد، حالا وقتی خونه خریدم، وقتی زنگ گرفتم، وقتی حامل شدم، وقتی و و و وقت چی میشه؟ وقتی اون آینده اون زمان میرسه مغز یه دونه چیز دیگه برای هدف دیگه برای خودش درست میکنه که باز فشارش بده به آینده. بنابراین این یه نوع یک چیزه، یک تروکه، یک کلکه. مغز به خودش کلک میزنه و این کلکش چیه؟ زمان روانی، یعنی میگه من در آینده عوض خواهم شد، متوجه میشی؟ به تعبیر مونده. آماری کرد. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت چیزی که شما الان همون چیزی هستین، در آینده همون چیزی خواهیم بود که الان هستین، مگر اینکه یه تغییر ایجاد بشه در یک زمان حالی، نه در یه آینده. متوجه میشی چی میگم؟ تغییر توی روندیه یا نه یه اتفاقیه؟ این تغییر زمان این تغییر رو نمیده. اما مثلا شما یه حرف به من میزنی خود در من تأثیر میذاره. آها. شما به داد من رسیدی، من نجات دادی مثلا. خب حالا نه فیلمندیه من نمیتونم تو رو نجات بدم، تو خودت باید خودت رو نجات بدی از این چنگال، این عادت که از هر سه نفر که میکشن دو نفرشون کشته میشن و اون این مرگشون هم مرگ راحت نیست. من خودم چندین نفر رو میشناختم که از سیگار مردن. یه همکار داشتم اول زبونشو بریدن، سرطان حنجره داشت. خیلی چیز کثیفه، یه چیزی که گلوله بزنی تموم شه کار. و بنابراین هر چی تو جوان‌تر هستی و سلامتی یه چیزی که وقتی داری باید قدرشو بدونی. از مادرت هم بپرسی همین رو میگه. میدونی چی میگم؟ وقتی که تو اگه خدای نکرده مریض بشی، خیلی هستن مریضن، میلیون ها دلار هم پول دارن، نمیتونن سلامتی بخرن. میشینی؟ علاوه بر این سلامتی چیزی که قیمت روش نمیشه گذاشت. و بعد وقتی آدم داره ازش مراقبت کنه. حالا این تغییری که دارم بهت میگم، بنابراین باید در یه زمان حالی انجام بشه. یعنی تو هر موقع فکر کنی من در آینده ترک خواهم کرد، این یه کلکه. این یک. اوکی؟ فهمیدی منظورمو؟ همین فهمیدن این موضوع یه تغییری در ذهن ایجاد میکنه. حداقل آدم یه ذره بیدار میشه که حداقل من دیگه نمیتونم خودم گول بزنم. راجعه یکی ما یه چیز دیگه که میتونم بهت بگم اینه که سیگار دو نوع وابستگی ایجاد میکنه. یکی وابستگی روانیه که تو شادی میخوای سیگار بکشی که جشن بگیری، ناراحتی میخوای سیگار بکشی که غمتو کم بکنی. نمیدونم میشه یه نوع وابستگی. خب شما وقتی که وابستگی روانی داری چجوری میتونی ازش آزاد بشی؟ تنها راه آزادی از وابستگی روانی آگاهیه که اصلا ببینی که چرا وابسته ای. متوجه چی میگم؟ یه نوع دیگه وابستگی هم هست که وابستگی بدنیه. سلسله اعصابت وابسته میشه به نیکوتین و اونم راحت ترکش. سه روز نکشی تمام. دو روز نکشیدم، چند دفعه رو ماسک گذاشتم با هم بحث می‌کردم. آقا رفتم واسه شون کیر می‌زدم. الکی اصلا به منم ربطی نداشت. تو خودت باید دعوای خیلی خونی می‌داشتی. خب مشکل.
خیلی بیشتر از این حرفات شما با دورم نه نه گوش کن، من درست فقط منظورم از نظر فیزیکیه، وابستگی سلسله اعصاب به نیکوتین در عرض دو سه روز، سه چهار روز تموم میشه. یعنی تو اگه نکشی یه ذره عصبانی ممکنه بشی، یه ذره گشته ممکنه بشی، ولی بعد از دو سه روز این وابستگی تموم میشه. گوش میدی؟ ولی از هر 100 نفر سیگاری که میخوان ترک بکنن، چند نفرشون فکر میکنی میتونن ترک کنن؟ حدس بزن. 5 نفر. چند تا آمار مختلف بود، بعضیش میگفت 3%، بعضی 7%، هولوش 5%. یعنی 95% کسایی که میخوان سیگار ترک کنن نمیتونن. چرا؟ دلیلش چیز فیزیکی زیاد نیست، دلیلش وابستگی روانیه. و چرا نمیتونن خودشون رو آزاد کنن؟ برای اینکه آگاهی ندارن. واسه همین چیزی که میتونم به تو بگم اینه که در طول روز وقتی میخوای سیگار روشن کنی، تو خواب روشن نکن، آگاه باش، نگاه کن ببین که در درون چی میگذره، چه فکری داری میکنی، چه احساسی داری در بدن، چه میفهمی چی میگم؟ یاد این خودشناسیه، این میره تو عرفان. یه خودشناسی جمله گوشو دیگه میگفت سیگارم که میکشی گفت هر آدمی درونش یه آدم آقایی داره که بعد از این مدت کارا رو میسپاره به اون. شما مثلا رانندگی اول یاد گرفته بودی خیلی دقت میکردی، خیلی مثلا با حوصله، بعد از این مدت میسپاری به اون آدم آهنگیه، یعنی اون رانندگی میکنه، به خطر که میفتی به صحنه میبینی خودت میای پشت فرم، خطرها رو رد کردی دوباره میسپاری به همون آدم آهنگیه. حتی سیگار کشیدن هم اینجوری طبق عادت شده، اول که میکشیدیم دقت میکردی، عادت شده. اگه آره من بدون آگاهی درسته مثلا آره. میگید آگاهی اگه بهش دست بدی، بهش توجه اگه بهش بکنی، اون وقت خودتو که پشناسی میبینی که اون وقت خودش اصلا میره از زندگی، چون این چیز واقعا احمقانه است. هیچ دلیل، یک دونه دلیل خوب برای سیگار کشیدن نیست، منهای 15 ثانیه مثلا شادی. حالا تو شادی رو برو بیرون دو تا نفس عمیق هم بکشیم و شادی به دست میده، میدونی چی میگم؟ یه لیوان آب بخور و هیچ کمکی نمیکنه، فقط زندگی رو پیچیده تر میکنه، پول هم که خرج میکنه، نمیدونم سلامتیت به خطر میده، دندونا رو به خطر میزنه، بوی گند میگیری، لباسات بو میگیره و و و و میفهمی چی میگم؟ هیچ بوی گند خیلی میده، میدونم همه بسی... سیگاری هم میدن. قلیون چیه؟ ها؟ تو هم سیگاری هستی همی؟ قلیون. قلیون یه بچه با موکو سرگلیون دارم با خوبه. اگه اهن و اعتیادی به نظرم یه شخصی حالا از سیگار گذشته باید از خودمون این طورا شما داری هم وابستگی صحبت باری کلا از آزادگی صحبت باری کلا باری کلا خیلی فرادر از این حرفاز باری کلا اصلا آیا ما میتونیم به مولانا و گیرام یه چیز روزمره است. آیا میتونه هر یه چالشی که هر انسانی باید برای خودش بگه آیا من میتونم بدون هیچ نوع وابستگی زندگی کنم؟ وابستگی روانی، وابستگی احساسی، وابستگی انتلکتوالی، ذهنی، شیمیایی و غیره، چون همه این وابستگی ها بند به پای آدمه و ما باید از نظر انسانی میتونیم یه انسان آزادی باشیم. آزادی یعنی چی؟ خدا و درد در داخل ما دسته نبایم، خدا و درد در داخل ما دسته نبایم، خدا و درد در داخل ما دسته نبایم. بس من اینو برات نگه دارم.